بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال الظلم ثلاثه، ظلم یغفره الله تعالی و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعه الله. روایت از امام باقر علیه السلام هست در رابطه با ظلم. در رابطه با عدل صحبت کردیم که عدل و ساعتن خیر من عبادت ستین سنه. یک ساعت عدالت رو شما مراعات بکنی از 60 سال عبادت بالاتری. خب بحث کردیم، مصادیقی هم گفتیم و این روایت در مقابل اون بحث عدل. خب عدل و ظلم، عدل نداریم ظلم داریم دیگه، ظالم میشیم. باید توجه داشته باشید که ظلم سه قسمه. سه قسم ظلم داریم. امام باقر علیه السلام میفرمایند از ظلم و ثلاثه، سه جور ظلم داریم. ظلم یغفره الله تعالی، یه ظلمی است که خدا میبخشه انسان رو. ظلم کردم ولی خدا منو میبخشه. و ظلم لا یغفره الله، یه ظلمیه که خدا نمیبخشه. و ظلم لا یدعه الله، فاما الظلم الذی لا یغفره الله، اون ظلمی که خدا نمیبخشه، فشرک بالله، شرک به خداوند. اگر شما شرک به خداوند پیدا بکنید، این یه ظلمی است که خدا نمیبخشه. و اما الظلم الذی یغفره الله تعالی، یه ظلمی که خدا میبخشه چیه؟ فظلم الرجل نفسه فی ما بینه و بین الله عز و جل. ظلم هایی که شما بین خودت و خداست به کسی مربوط نیست، پای کسی وسط نیست. من به دیگری ظلم نکردم، به خودم ظلم کردم. شراب خورده ظلم کرده به خودش، زنا کرده به خودش ظلم کرده، خیلی گناه بزرگیه، اما توبه میکنه، خدا هم میبخشدش. بین خودش و خدای خودش، به کسی ظلم نکرده. خودش گناهانی رو مرتکب شده بین خودش و خدای خودش هست، گاهی توبه میکنه، با توبه میتونید شما این گناهان رو پاکش کنید. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، مال اینه، اونجاییست که به کسی ظلم نشده. و اما الظلم الذی یغفره الله تعالی، اون ظلمی که خدا میبخشه، فظلم الرجل نفسه فی ما بینه و بین الله عز و جل. و اما الظلم الذی لا یدعه الله عز و جل، یه ظلمیه که خدا رها نمی کنه.
خدا تلافیشو در میاره سرتون. کدوم ظلمه؟ فالظلم الذی بینه و بین العباد. اگر به بندگان خدا شما ظلم بکنی، خدا رها نمی کنه. یعنی با توبه و با استغفار و با اینجور چیزها حل نمیشه. فکر نکن با نماز شب میتونی حلش بکنی، با دعا و گریه حل نمیشه. ظلم به مردم، اگه شما به مردم ظلم کردی، خب ثوابات به جای خودش، اما این ظلم جواب داره، روز قیامت باید جوابشو بدی، جوابش آتش جهنمه. مگر تو این دنیا هستی بری رضایتشو جلب کنی، مشکلتو حل کنی، تا میتونی این کار رو انجام بدی. فالظلم الذی بینه و بین العباد. خب این یک روایت که در اینجا شما این سه نوع ظلم رو ما فهمیدیم. پس بنابراین توبه و بخشش مربوط به قسم اول، یعنی اون ظلمی که بین خود ما و خدا باشه، اون بله توبه می کنیم و خداوند ما رو می بخشه. اما راجع به شرک به خدا، اگر توبه کنیم اونم باز خدا می بخشه. اما اونی که خدا رهانه می کنه چیه؟ ظلم به مردمه. اگر به مردم ظلم کردیم، دیگه خدا رهاتون نمی کنه. این باید جوابگو باشید که چرا به مردم ظلم کردید، مگر اینکه در همین دنیا برید و رضایتشو جلب کنید و مشکل خودتون رو حل بکنید. خب این ظلم العباد، تکلیفمون رو فهمیدیم. اما در مقام مصداق اگر بخوایم یه خورده وارد بشیم، ببینیم ظلم چیه. خیلی از کارهایی که انجام میدیم فکر میکنیم اصلا ظلمی در کار نیست، در حالی که ظلمه، خودمون متوجه نیستیم، نمیدونیم داریم ظلم میکنیم، فکر میکنیم خیلی هم آدم خوبی هستیم و نه ظلمی داریم و نه هیچ. برای روشن شدن این که ما چی کاره هستیم، آیا واقعا ظالمیم یا ظالم نیستیم، چند تا روایت رو میخونیم ببینیم ما واقعا چگونه داریم عمل میکنیم. ما عنوان ظالم برامون صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره. یکی از کسانی که عذاب شدیدی روز قیامت داره کسانی هستند که از عدالت صحبت میکنن، بالای منبرها خیلی از عدالت میگن، ولی عملشون رو نگاه میکنید با عدالت خیلی فاصله داره. عملشون عادلانه نیست، ولی دم میزنن از عدالت. هر چی بخوای براتون سخنرانی میکنه راجع به عدالت، 10 شب راجع به عدالت صحبت میکنه، ولی وقتی زندگیشو نگاه میکنی، اعمالشو نگاه میکنی، میبینی نه، از عدالت خبری نیست. گاهی غیبت میکنه، گاهی دروغ میگه، گاهی خلاف میکنه، در حالی که خودش کلی از عدالت داشت میگفت،
اما اعمالش برخلاف اون گفتارشه. اونایی که عدالت ندارن و هیچی نمیگن این عذاب شدید رو ندارن. خب عدالت نداره، منم عدالت ندارم، اونم عدالت نداره، ولی اون لااقل حرف نمیزنه، نمیاد ده شب راجع به عدالت صحبت کنه. اما من که میام راجع به عدالت صحبت میکنم و خلاف عدالت عمل میکنم، من گناه شدیدی دارم، عذاب شدیدی دارم. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره. خب آقا امیرالمؤمنین میفرماند الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق و عدالت در گفتار خیلی آسانه. شما روزی هزار بار هی میگی عدالت عدالت عدالت، همه دنیا دارن میگن عدالت، تمام مردم دنیا از عدالت دم میزنن، سلاطین جورم از عدالت دم میزنن، تمام حکومت ها از عدالت دم میزنن. خب ولی در مقام عمل خیلی با عدالت فاصله داره. حالا ظالم کیه؟ کسی است که مردم رو میکشه میزنه، فقط اون ظالم. قال النبی من مشا مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. شما فهمیدی یک کسی ظالمه، اما در این حال دنبالش میری، تو مجلسش شرکت میکنی، تأییدش میکنی. اگه تشخیص دادی که این ظالمه، من مشا مع ظالمن لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اصلا از اسلام خارج شده، این مسلمان نیست که همراهی با ظالم میکنه. قوم در این رابطه کمک به ظالم، اعانه به ظالم. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اسم یعنی گناه، عدوان یعنی چی؟ یعنی گناه، تجاوز به دیگری، یعنی غیر از اینکه یک گناهی است که انسان خودش انجام میده. یه موقع انسان یک گناهی رو خودش انجام میده بین خودش و خدای خودش، اون اسمه. اما عدوان اون است که نه، شما گناهی که انجام میدید دارید به دیگری ظلم میکنید، تجاوز میکنید. خب روایات زیاده تو مکاسب، اگر یادتون باشه خوندید که اعانه بر ظلم چقدر گناه بزرگیه. در این رابطه شما داستانها هم زیاد گفتید و منبرهاشو رفتید و برای مردم بیان کردی. علی ابن ابی حمزه میگه من یه رفیقی داشتم که این رفیق من در یه کارمند بنی امیه بود، یه کارمند جزء، نه کارمند خیلی مهم باشه، کارمند بنی امیه بود، یه حقوقی از اونجا میگرفت و وضع مالیش هم خوب بود.
میگه این رو آوردم خدمت امام صادق. شرفیاب شد خدمت امام صادق علیه السلام. گفت من یه کارمندی هستم در زمان بنی امیه، خب اونا حاکم بودن، منم یه کارمندی هستم که کارهایی رو انجام میدم، یه پولهایی رو هم به دست آوردم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود اگر امثال شماها نبودن این بنی امیه نمیتونست حاکم بشه. این که بنی امیه حاکم شده به خاطر امثال شما هاست. درست شما جو عضو خیلی بالایی نیستی در حکومت بنی امیه، ولی بالاخره شما هم یه دفتر داری، یه کارهایی رو داری به نفع اونها انجام میدید. شما ها هستید که اونها رو حاکم کردید، بنی امیه رو حاکم کردی، و این بدونید شما با اونها محشور میشید و در آتش جهنم جایگاه شما هاست. گفت چی کار کنم؟ چه راهی برای من هست؟ به امام صادق عرض میکنه که من راه فراری دارم، حالا اشتباهاتی کردم، رفتم کارمند شدم در درگاه بنی امیه، حقوقی میگرفتم. و حضرت فرمود من راهشو بگم گوش میدی؟ عمل میکنی؟ یه خود فکر کرد، یه مدتی سکوت کرد، فکر کرد، بعد گفت بله عمل میکنم. گفت هر چه داری از مال دنیا همه رو از طرف صاحبانش یا صدقه بده یا به صاحبانش برگردون. اگه صاحبانشون میشناسید بهشون بدید مال مردم رو، اگرم نمیشناسید از طرفشون صدقه بدید. من بهشت رو برای شما ضمانت میکنم. ابی حمزه میگه بلند شدیم از خدمت امام صادق علیه السلام آمدیم، این شخص تمام اموال، حتی لباس تنش رو، تمام اموالش رو در راه خدا انفاق کرد و من براش لباس گرفتم و یه مقدار کمکش کردم که زنده باشه. تمام اموالش رو در راه خدا انفاق کرد. بعد میگه بالای سرش بودم در موقع احتضار. گفت امام صادق به وعدش وفا کرد، من در بهشت جایگاه خودم رو در بهشت دارم میبینم. ببینید مسئله اینه که ما باید توجه داشته باشیم. اعانت به ظلم گناهش اینه، و اگر تصمیم گرفتیم که در مقابل ظلم بایستیم معناش اینه که یک لحظه هم ما کمک به ظالم نداشته باشیم. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که ما نه جزو ظالمین باشیم نه جزو اون کسانی که کمک به ظالمین میکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.